توافق سیاسی میان ارگ و سپیدار به پایین رسیده است. به نام خداوند بخشاینده مهربان، برای آگاهی از واقعات جدید روز چینل ون سمارت را سابسکرایب نمایید. به نقل صفحه رسمی فیسبوک فهیم فطرت که در یک رشته توییت خود نوشته است، توافق سیاسی میان ارگ و سپیدار تکمیل شد. ایجاد حکومت مشارکتی، شورای مصالحه، تقسیم مساوی وزارتها، ریاستهای مستقل، والیها، سفرا و تفویض رتبه مارشالی به جنرال دوستم. این در حال است که وزارت مالیه اعلام کرد شرکت دولتی پنبه‌دانه و روغن نباتی ولایت بلخ دوباره به فعالیت آغاز کرده است. طبق اعلام وزارت مالیه، شرکت دولتی روغن نباتی بلخ دارای ظرفیت تولید 8 تن روغن در 24 ساعت می باشد. این وزارت گفته است در صورت که تقاضای بازار بلند برود و مواد خام کافی موجود باشد، ظرفیت تولید این شرکت به 100 الی 150 تن در یک شبانه روز افزایش پیدا می کند. عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه، هنگام افتتاح این شرکت گفته است که وزارت مالیه برنامه های عملی را برای فعال سازی تمامی تصدی ها و شرکت های دولتی روی دست دارد. به گفته او، در آینده نزدیک فعالیت اساسی و مجدد شرکت اسپینزر ولایت کندوز با ظرفیت تولید 10 تن روغن نباتی در یک شبانه روز گذشته و کارخانه نساجی گلبهار با ظرفیت دوخت 500 هزار جور لباس در یک سال آغاز می شود. یادگار خواجه شادمانوف، سفیر ازبکستان، نیز در مراسم بازگشایی فعالیت شرکت پنبه‌دانه و روغن نباتی بلخ حضور داشته است. او گفته است خرسندم از این که امروز افغانستان یک گام بزرگ دیگر را در راستای حمایت از تولیدات داخلی خیش برداشت. تفاهم نامه احیای مجدد شرکت پنبه‌دانه و روغن نباتی بلخ با ازبکستان امضا شده بود. طبق این تفاهم نامه، ازبکستان اسناد فنی و ماشین‌آلات تولید روغن نباتی را برای تصدی بلخ فراهم کرده است. تشکر از همراهیتان. تا ویدیوی دیگر، بدرود.